با سلام به بینندگان عزیز این برنامه، من از مسعود آذرنوش دعوت کردم که تو این مصاحبه کوتاه شرکت بکنه. فردا توی کانادا انتخابات دولت فدرال هستش و این دفعه خیلی مردم تصمیم گرفتن که رأی بدن. من در این رابطه میخواستم نظر مسعود آذرنوش رو بپرسم که نظرش در رابطه با این انتخابات چی هستش و در رابطه با احزابی که به اصطلاح احزاب اصلی که هستن توی انتخابات میخوان کاندید بشن دولت رو تشکیل بدن چه نظری داره. مسعود آذرنوش، شما توی انتخابات شرکت میکنید؟ سلام به همه بینندگان عزیز، من مسعود آذرنوش هستم و منم خواستم بگم که من هم توی کانادا توی انتخابات شرکت میکنم و موضع خودم رو نسبت به این مسئله ابراز میدارم. از این جهت که کانادا شرایط انتخاباتی موضع مردم جامعه از عدم داشتن نیروهای رادیکال زجر کشیده و تا الان هم این مسئله محضر بوده که هیچ نیروی سیاسی جدی که بتونه نمایندگی مردم بکنه نبوده توی کانادا و تمام احزابی که الان وجود داره احزاب سرمایه‌داری هستن که نمایندگی سرمایه‌داری رو انجام میدن، ولی چون جامعه به چرخ چرخیده و فشار از پایین زیاده، این احزاب سرمایه‌داری مجبورن که یه مقدار از جانب جامعه حرف بزنن. و این جهته که می‌بینیم که احزاب مختلف حرفای مختلفی بخشای از خواستهای مردم رو ابراز میکنن که میشه گفت که مثلا NDP نیو دموکراتیک پارتی یا مثلا لیبرال پارتی یا کانسرواتیو، اینا هر کدوم یه موضعی گرفتن و میخوان که رأی مردم به طرف خودشون جذب کنن. مسعود بذار من تک سوالات رو ازت بپرسم. من فقط پرسیدم که آیا تو انتخاب شرکت میکنی، بعد سوال دوم اینه که کدوم احزاب خودشونو به اصطلاح کاندید کردن، میتونی این احزابی که خودشونو کاندید کردن اسم ببری، بعد سوال بعدی در رابطه با پلتفرم احزاب میپرسم ازت. اوکی، کوتاه فقط لطفا. صد احزاب تو اینجا وجود داره و یکی هم چهارمیش که یه تک نفر است که حزب سبز بهش میگن. اینجا احزابی که نیرو دارن و در قدرت هستن و تو اپوزیسیون هستن مثل کانسرواتیو در دولت کانادا دستشه، لیبرال پارتیه که توی پارلمان هست و نیو دموکراتیک پارتی که اپوزیسیون کانسرواتیو هستن. میشه کوتاه به پلتفرم حزب محافظه‌کار چند تا خالش رو اشاره بکنید؟ کانسرواتیو معروف به نیروی راست جامعه که همیشه علاوه سیاسی و اقتصادی سعی کرده مواضع فاشیست ها و کلن راست‌ترین جناح سرمایه‌داری رو پیش ببره، از جمله این که دوست داشته و داره که تو جنگ نقش اول داشته باشه و بتونه هژمونی خودش رو مطلب برسونه و توی سیاست داخلی هم اگه یه لایه‌ای بیاره که لایه و برخلاف به قوانین آزادی بیان و آزادی احزاب میخواد دخالت کنه و اونا رو محدود کنه که بهش میگن بیل 51 و این تو شرایط خصوصی آدم ها دخالت میکنه و سعی میکنه که شنود داشته باشه توی کارهای مختلف. این بهتر خلاصه است. لیبرال پارتی احزاب سنترال بوده شمچه همیشه، از همون اسمش هم که برمیاد سعی کرده موضع بین‌المللی بگیره و همیشه یه چیز جایی خوشبختیه به طور رسمی همیشه موضع مخالفت جنگ رو داشته که این باعث خوشحالی بوده که
از تو جنگ عراق حتی شرکت نکرد اون موقع که دولت دست لیبرال ها بود اون موقع و مخالفت خودش ابراز کرد. حزب نیو دموکراتیک پارتی تا حالا تو قدرت نبوده و برای اولین بار 4 سال قبل به عنوان اپوزیسیون دولت مطرح شد و توی پارلمان مطرح شد که قدرت اپوزیسیون رو به دست بیاره. این برای اولین باره که مطرح شده که نیو دموکرات میخواد بره تو قدرت بگیره و با پلتفرم انتخاباتی از مینیمم ویج و از $10 بیاره به $15 و همینطور از لحاظ سیاسی آمده گفته که اون بیل 51 رو سکراب میکنه یا از بین میبره چون میگفته مخالف آزادی بیان همه است و این باید از بین بره. این به طور کلی اینا پلتفرم های سیاسی این سه احزاب بودش و حزب چهارم که گفتم یه نفره فقط اونم حزب سبزاست از محیط زیست و از فضای انسانی و محیطی برای حیوانات دم میزنه و همیشه سعی کرده که با این پلتفرم بیاد جلو که همیشه مثلا محیط بهتری داشته باشیم با کم کردن امیشن یا گاز سوخته های گاز که مثلا توی شکل های مختلف تو کارخانجات توی ماشین ها شکل میگیره کم کردن اینا و تکنولوژی رو به نفع بهتری به طبیعت وصل کرده و میخواد که از طریق طبیعی اینا به شکل بهتری انجام بشه. در رابطه با میدونی که کانادا یک کشور چند ملیتی هستش، یعنی از تمام کشورها پناهنده میپذیره و حالا یه پناهنده به شیوه اینه که سرمایه گذاری میکنن یا از کشورهای جنگ زده اومدن. این احزاب در رابطه با پناهنده ها چه موضعی دارن؟ یعنی مثلا کانسرواتیو تو اون لایحه‌ای که اشاره کردی C51 یا C51 چی میخواد بکنه؟ چه پناهندگان چه حقوقی را از دست میدن اگه به مثلا حزب محافظه کار رای بدن؟ اولین چیزی که تو همین بیل C51 مطرح میشه که این که شما را به عنوان یک شهروند وقتی شناخته بودن قبلن یا میخواستن بشناسن میتونن به سادگی ازتون بگیرن. فرض کنید شما رو به عنوان یه تروریست بشناسن و بگن که آره شما هم تروریست بودید، به این بهانه میتونن شهروندی شما رو از شما بگیرن و حتی شما رو منجر به این بکنن که شما از کشور بیرون کنن. این یکی از لایه‌های قانونیه که دولت محافظه‌کار پشتش رفتش و خواست اینو به دست بگیره و تو این چند سال اخیر هم چند نمونه داشتیم که این کار کرد و خیلی از شهروندهای خودش رو اخراج کرد. اون سه تا حزب دیگه در رابطه با این لایحه چی میگن؟ حزب لیبرال اگر اینو اصلاح کنه و بتونه کمی اون چیزای انسانی رو توش بیشتر جا بده و بگه کاره خب فقط برای تروریست ها میتونیم این کار بکنیم ولی برای مردم دیگه که پناهنده میشن سعی کردن که اینا رو بهتر باش برخورد بشه. مثلا همین در رابطه با پناهنده سوری میبینیم که مثلا حزب محافظه‌کار گفته که ما 10,000 تا میبریم میاریم، حزب لیبرال گفته تا 20,000 تا میاریم و حزب NDP گفته تا 100,000 تا میخوایم این کار انجام بدیم. اینا توافقاتشونه که فقط در عدده که میخوان اینا پناهنده رو بیارن اینجا به عنوان نیروی کار استفاده کنن. حزب نیو دموکرات که تام مولکر رهبر این حزب خودش از استان کبک هستش و اونجا خیلی سرمایه گذاری کرده بودن توی استان کبک به اصطلاح رای های زیادی را به خودشون اختصاص بدن، ولی توی یک سروه اجمالی که کرده بودن یه خود رای از دست داد و چیزی که دلیلش بود اینه که زنای مسلمانی که نقاب یا برقه
میپوشن، اینا یه عده خیلی کمیشون درخواست کرده بودن که برای امتحان شهروندی میتونن برقه بپوشن که دولت محافظه‌کار اینو ممنوع کرد و اجازه نداد و به دولت، به دادگاه فدرال اینو ارجاع دادن، به دادگاه عالی کانادا، که دادگاه عالی کانادا دولت محافظه‌کار رو محکوم کرد و به اون زن پاکستانی اجازه داد که با پوشیدن برقه بتونه امتحان سیتیزنیشو بده و عکسش با برقه باشه. حزب لیبرال و حزب NDP در این رابطه چه موضعی دارن؟ حزب محافظه‌کار که مشخصه که میخواست جلوی این زنه رو بگیره که سیتیزن بشه، همونطوری که گفتم اون با از دید خودش، از زاویه راست خودش میخواست جلوی افکار دیگران رو و اون ایدئولوژی های دیگرانی که میخواستن توی این سیاست پیش بره جو بگیره. ولی NDP برعکس چیز، برعکس محافظه‌کارا، آمده گفته که نه، زنها حق دارن حتی با برقه هم برن به سیزن بشن و دفاع کرده از این مسئله و گفته که این حق هر مذهبیه که با هر مسلک مذهبی بتونه هر جایی بره و ظاهر بشه، که این به نظر درست نمیاد و همین باعث شده که تو اون ابهت و اون رأیش رو که مونترال استان کوبک به دست آورده بود از دست بده، چون مردم مترقی دیگه دوست ندارن به قرن 19 یا 18 برگردن و با افکار عقب مونده مذهبی خودشون رو جلوه بدن و نمایندگی بکنن. برای همین NDP یک از نقطه ضعف‌هاش در رابطه با این انتخابات همینه که میتونه از دست بده. و اما نکته دیگه که لیبرال‌ها جلوش وایستادن، تقریبا یه موضع بینابینی گرفتن، میتونن بگن که آره ما با برقه مخالفیم ولی با روسری یا با هر چیز دیگه که بیان اشکال نداره. از این جنب است که خودشون رو زیاد دخالت ندادن توی این مسئله سیاسی که مسئله برقه باشه و سعی کردن که چیزهای انتخاباتی خودشون روی نکته‌های دیگه بذارن. همین. به نظرت این مسئله برقه و آزادی پوشش در جامعه، چون حالا ما که تو کانادا زندگی میکنیم یک کشور آزادی از لحاظ پوشش، یعنی هیچ اجباری تو پوشیدن هیچ لباسی، مثلا حجاب اجباری مثل ایران یا کشورهای اسلام زده وجود نداره و اونا چون کانادا یک کشور مولتیکالتورال، مثلا همه میتونن لباس خودشونو داشته باشن، حتی میبینی یه پلیس مثلا توربان عمام رو سرش از پنجابی ها مثلا و ممنوع نیست، و یا هر ملت دیگه میتونه لباس خودش رو داشته باشه. در نتیجه مسلمان ها میگن آزادی لباس، آزادی freedom of expression، آزادی بیان یا بیان خودمون، ما هم از این استفاده میکنیم و برقه میپوشیم. مسئله برقه توی جامعه، کسایی که مثلا آزادی دارن حجاب میپوشن، روسری میپوشن، حتی ایرانی ها میبینیم توی نورث ونکوور روسریشون هستش، و این مسئله را چجوری شما خودت میبینی که آیا یا یک چیز دیگه، اون چپایی که ما بهشون میگیم چپ سنتی یا چپ مالی خولیایی، اونا هم همین موضعی دارن که چون آزاده بالاخره اونا میتونن آزادی داشته باشن. اینو چجوری ربط میدی به امتحان سیتیزنشیپی؟ اگه یکی بیاد با برقه مثلا عکس بگیره، این چه حزب محافظه‌کار میگه به خاطر جلوگیری از تروریسم که باید این هویت اون شخصی که میاد عکس میندازه مشخص باشه که بدونیم کی هستش، این درست. ولی از اون طرف هم این چپا میخوان خیلی میدون بدن به این اسلامی ها. این اسلامی ها به نظر من این دارن خیلی زور میگن که من حاضر نیستم برقم رو در بیارم که عکس بندازم. همین اسلامی ها با استفاده از فاندهای دولتی، پولایی که از دولت میگرفتن به عنوان
سازمان‌های غیر انتفاعی مسجد درست کردن، مدرسه درست کردن و تو همین مدارس چیزایی را پرکتیس میکنن، تمرین میدن یا آموزش میدن به بچه ها که تو قرآن گفته یا تو حدیث اومده که نظر اونا نسبت به مخالفینشون کسایی که مسلمان نیستن چی هستش. و این ثابت شده است که کسایی که تو عملیات های تروریستی شرکت میکنن تو کشورهای مختلف از این مدارس فارغ التحصیل شدن به نوعی. حالا نظر شما در رابطه با اینه که واقعا این برق آزاد باشه یا نباشه، نظر شما چی هستش؟ به نظر من برق نباید آزاد باشه، باید ممنوع شد. چرا که ما یه قانون داریم تو کانادا که همه شهروندان برابری در برابر قانون هستن. بنابراین اگر این قانون قبول داریم که همه شهروندان در مقابل قانون برابر هستن و یکی هستن، بنابراین نمیتونیم ایدولوژی ها یا مذهب های مختلف رو بیاریم توی قانون دخالت بدیم. قانون شهروندی قانون کل کانادا است، قانون مذهب نیست، قانون ایدولوژی اسلام نیست، قانون برقه نیست. بنابراین برقه نمیتونه دخالت کنه خودش رو توی قانون شهروندی. بنابراین ما به عنوان یک شهروند حق داریم که بگیم که آره مناسک مذهبی حق ندارن توش دخالت داشته باشن، چه برقه باشه، چه حجاب باشه، چه کنیز باشه، چه خاخام باشه. هر کسی باید با لباس معمولی بره و به عنوان یک شهروند شناخته بشه. این نظر من. یعنی منظورت اینه که توی جامعه کانادا سیکولاریزم تمرین بشه، یعنی سیکولاریزم که توی فرض کن تو مدارس عادی مذهب جدا شده از حق تحصیل، از آموزش، یا تو سیاست، توی حاکمیت مذهب جدا شده. ولی آزادی پوشش یه چیزیه که ممکنه مذهبی نباشه. حالا مذهبی ها از این استفاده میکنن که لباس مذهبی خودشونو بیارن توی جامعه چیز بکنن. من میخوام یه سوال دیگه از شما بکنم که اگه یه نیروی آلترناتیو، یه حزب سوسیالیست یا حزب کمونیست واقعی توی این جامعه بود، چجوری میتونست اون، حالا حزب کمونیست کانادا هست، حزب کمونیست پرو شوروی سابق، ولی انقدر کمن که نه پلتفرمی دارن نه به اون صورت فعال هستن که وقتی ثبت نام میکنن بتونن اصلا رأی چشمگیری هم بیارن. ولی اگه یه حزب رادیکالی مثل حزب کمونیست کارگری تو این جامعه بود، به نظر شما میبایست تو این انتخاب شرکت میکرد، کاندید بشه که قدرت دولتی رو به دست بگیره؟ یا چون ما این حاکمیت رو که قبول نداریم، ما میگیم ضد سرمایه‌داری هستیم و اگه انقلاب بکنیم حاکمیت خودمون و حاکمیت مردمی را، یعنی که تو برنامه حزب گفته، پیاده میکنیم. حالا که حزب کمونیست کارگری توی کانادا شعبه داره و به اصطلاح تشکیلات داره توی تورنتو و تو ونکوور، اون نسبت به این انتخابات چه موضعی باید داشته باشه؟ و اگر نیرویی می بود که به اصطلاح میتونست ثبت نام بکنه، اونم بیاد توی این انتخاباتی که فکر میکنم به نظرم 76 روز بود که این انتخابات به اصطلاح دورش برای تبلیغات فردا که تموم میشه، اون آیا درست می بود که بیاد تو این انتخابات شرکت بکنه که مردم بهش رأی بدن؟ این آخرین سوال، وقتمون داره تموم میشه، لطفا بفرمایید. الو مسعود، در این انتخابات شرکت میکنید؟ میشه از اول تکرار کنید؟ صداتون قطع شد. چطور قدرتی به نظر من ما که توی انتخابات قدرتی بودیم و اگه قدرتی بودیم و مطرح بودیم تو جامعه کانادا میبایست مطرح شرح میکردیم و خودمونو و اهداف خودمونو و پلتفرم خودمونو میوردیم جلوی جامعه و جامعه انتخاب میکرد. اما همونقدر که ما نیستیم به عنوان اهداف مطرح، ما سعی میکنیم رادیکالیسم جامعه رو به جلوی جامعه هول بدیم و بگیم که آره این رادیکالیسم باید مد نظر جامعه باشه
و این خواسته های پیشرفته و خواسته های انسانی رو در جلوی جامعه قرار بده و جامعه انتخاب کنه. حالا همین احزاب گوشه ای از این خواسته ها رو سمبولیک برمیدارن و این جلو میارن. برای همین جامعه رو به تقسیم کرده به گروه های مختلف که مردم گیج شدن که کدوم یکی از خواسته هاشون بهتره که اولویت قرار بدن و بیان جلو. آیا اون خواسته های مالی اقتصادی یا خواسته های سیاسی که بعضی احزاب ازش دفاع میکنن. به نظر من باید اگه ما میتونستیم یک حزب یا یک احزابی از این بورژوازی رو در مقابل خواسته های مشخصی تو جلوی جامعه قرار میدادیم و اینا مجبور بودن که اینا رو انتخاب کنن، اون موقع بود که ما میتونستیم تو جامعه مطرح باشیم و حرف اون رو بزنیم و متاسفانه ما اونجا نیستیم و از این جهت باید بیافتیم دنبال چپ جامعه و اونجایی که جامعه میتونه خواسته های انسانیشو در یکی از این احزاب دنبال کنه و دنبالش باشه. خیلی خیلی متشکرم مسعود آذرنوش عزیز که تو این مصاحبه شرکت کردین. در برنامه دیگه من بازم مزاحمتون میشم که نظرتون رو در رابطه با موضوعات مختلف دیگه بپرسم. زنده باشید. تشکر.